سلام به دوستان خوبم. الان در ایران دیگه دوشنبه است، 30 بهمن 1402 دومین ماه زمستان هم تموم شد و 19 فوریه 2024 امسال سال کبیسه ماست. در اینجا فوریه 29 روزه. تعداد زیاد از دوستان از من سوال کردن در مورد آقای اکبرنژاد، معمم ساکن قم. البته ایشون ظاهرا اهل آذربایجان هستن، استان آذربایجان، ولی ساکن قم هستن، که دستگیر شدن توسط اطلاعات سپاه. خب خیلی جالبه که آقای اکبرنژاد تا اونجا که من دیدم هیچ وقت یک طرفه حرف نزده، همواره نشسته مناظره با طرفداران حکومت. یعنی برخلاف سیستم جمهوری اسلامی که همه طرفدارانش حرفای یک طرفه میزنن، آقای اکبرنژاد میشینه مناظره میکنه، خیلی هم مؤدب. و یعنی وقتی من مقایسه میکنم شرمنده ایشون میشم، من انقدر ناچار میشم از سر عصبانیت بعضن حرفای تند و تیز در مورد اعضای حکومت بگم، که البته اون چیزی که من میگم یک صدم استحقاقشون هم نیست، ولی خب به هر حال آقای اکبرنژاد خیلی رعایت میکنه، با اخلاق مداری کامل صحبت میکنه. ولی میگم نکته مهمش اینه که همواره در حضور یکی از طرفداران حکومت صحبت میکنه و اونها معمولا هم خیلی باش بد برخورد میکنن. آقای اکبرنژاد باز هم حتی در مواجهه با این طرفداران خودفروخته حکومت با ملایمت و مدارا و استدلال صحبت میکنه و میشینه پاسخ اونها رو هم گوش میکنه. خب دوستان به من گفتن حالا مثلا چه گفته بود، من رفتم چند تا از قبلا هم گوش کرده بودم، اما رفتم با دقت اون مهمترین حرفایی که باعث عصبانیت شده و یه مش اراذل مفتخور حکومتی رو انداختن در قم، در شرایطی که مردم باید دو شیفت و سه شیفت کار کنن تا زندگیشون تامین بشه، مش مفخور مادینه کثیف الاخلاق یا نرینه فاسد الاخلاق رو میندازن این ور اونور جلوی دادگاه ویژه محل نماز جمعه، جلوی خونه آقای اکبرنژاد فحاشی کنن و ایشون هم ظاهرا میره شهرستان محروم برای سخنرانی. اینها وقتی برمیگشته اطلاعات سپاه قم دستگیرش کرده. مهمتر ایرادهایی که به این گرفتن اینه که چرا حتی در یکی از مناظره ها یک نفر بهش میگه تو انقدر مغروری و از خود راضی هستی که به خمینی نمیگی امام. اونم جواب میده که من عمدن نمیگم امام، من بی احترامی نمی کنم، اما چون همین القاب و عناوین باعث این همه بدبختی شده نمیگم. میگه من برای آقای خمینی، برای آقای خامنه‌ای احترام قائلم، اما امام نمیگم بهشون. حالا اینا میگن چرا نمیگی امام؟ طبیعیه وقتی رائفی پور هشتگ درست میکنه ما آدم آقاییم، وقتی کسی به خمینی نگه امام ناراحت میشن. نکته دیگه این که نکات اصلی که خیلی باعث عصبانیت شده چند نکته میگه. میگه که شما برید در بین مردم بپرسید، سوال کنید. خیلی از مردم میگن آقای خامنه‌ای انگار رهبر ما نیست، بیشتر رهبر یمن و فلسطین و لبنانه. خدا وکیلی هر کدوم از این حزب الله که اعتراض دارن با وجدان خودشون اگر دارن کنار بیان، خودشون یه تحقیق کنن ببینن همون اطراف خودشون چند درصد مردم همین حرفو میزنن. اشاره میکنه به این که مشکل ایران مشکل دولت ها نیست، که هم خامنه‌ای هم بعضی از طرفدارانش میگن تقصیر آقا نیست، تقصیر مثلا دولت درست کارش انجام نداده یا مجلس انجام نداده. میگه ببینید دولت های رنگارنگ اومدن و رفتن، اشاره هم میکنه خاتمی، رفسنجانی، احمدی نژاد، روحانی. میگه جز از اول انقلاب تا حالا هر کس در رأس دولت بوده جز شخص خامنه‌ای که رهبر، باقیشون الان ممنوع تصویرن، متهمن به فساد، جاسوسی. این چه حکومتی که بالاترین مقامش در بالاترین مقام اجرایی که نفر دوم مملکت حساب میشه بعد از دوره ریاست جمهوریش میشه فاسد، جاسوس و ممنوع تصویر. بعدم اشاره میکنه با رفت آمد این دولت‌های رنگین رنگارنگ هیچ چی عوض نشده. پس مشکل از دولت ها نیست و مشکل از بالاتر، از سیاست گذاری نظام و سیاست گذاری شکست خورده. و بعدم اشاره میکنه که سیاست گذاری ها توسط رهبر انجام میشه. به نظرم این مهمترین حرفی که اکبرنژاد زده و درست هم هست. خود خامنه ای هم دو سه سال پیش که اون نوار کذایی ظریف اومد بیرون، اومد گفتش که ظریف مثلا گله میکرد چرا وزارت خارجه اختیار نداره. خامنه‌ای اومد گفت در هیچ جای دنیا وزارت خارجه تصمیم گیری نیست، از یک نهاد بالادستی تصمیم میگیرن. یعنی خودش اعتراف میکنه. در عرصه عمل هم دیدیم از جزئی ترین امور تا کلی ترین امور خامنه‌ای دخالت میکنه. پس نمیتونن بگن آقا بی تقصیره. ضمن اینکه
اصلا تمام این هایی که چه برای مجلس چه برای ریاست جمهوری کاندیدا میشن توسط شورای نگهبانی تایید صلاحیت میشن که خامنه ای رسیدگی کرده. اگر دولت ها فسادی دارن، قوه قضاییه مسئول رسیدگیه که رئیس قوه قضاییه هم رهبر تعیین میکنه و تنها به رهبر هم جواب گوه، یعنی هیچ نهادی اجازه نداره از قوه قضاییه بازرسی کنه و اون فقط پاسخگوی رهبر هست. خدای من رجا درست میگه، میگه که دولت ها اومدن رفتن مسائل حل نشده، پس اشکال از جدی است و بعد خودش اشکال رو توضیح میده که اشکال از سیاست های کلی نظام و از رهبر. اشاره میکنه با توجه به شرایطی که ما در کشور داریم، این الان ثابت میشه که سیاست های راهبردی نظام شکست خورده. شاید مهمترین واهمه ای که حکومتی ها از اکبر نژاد دارن اینه که با زبان خودشون میتونه دروغگویی هاشون، دغل بازی هاشون، فریبکاری هاشون یا فریب خوردگی هاشون رو ثابت کنه. مثلا یکی از نمونه ها میگه که شما برید ببینید رفتار همه انبیا و پیامبران بر مبنای تنش زدایی بوده، سعی میکردن حتی با دشمنانشون تنش زدایی کنن، اما جمهوری اسلامی اصلا بناش بر تنش زایی و ایجاد تنشه که چوبش هم داره مردم ایران میخورن. حالا حرفاش، یعنی تمام حرفایی که من گوش کردم تو همین مایه هاست، اشاره میکنه به فسادهایی که وجود داره و این که اگر اوضاع اینطوری پیش بره، حتی با دید دلسوزانه نسبت به معممین میگه که اگر اینطور بشه باید مراجع تقلید بساطش رو جمع کنن، اصلا از ایران برن تو نجف، دیگه تو حتی مراجع تقلید امنیت ندارن. من داشتم همین بحثای امروز رو دنبال میکردم، آماده کنم، نوت برداری میکردم، یک صحبت دیدم از آقای نعیم آبادی که یک موقعی امام جمعه بندر عباس بود و اونجا هم شر به پا میکرد، به مردم خیلی راحت تهمت میزد، دروغ میگفت. عضو خبرگان بودی مدتی و الان هم کاندیدا شده برای خبرگان. یه صحبت میکنه خیلی جالب، میگه در شهر قم، دیگه خیلی پیرمردیه، میگه در شهر قم من میخواستم از خیابون رد شم، به یه نفر گفتم بیا دست منو بگیر، از خیابون رد شم، شهر قم. بعدم یه آخوند پیرمرد، نه آخوند جوان، بالاخره پیرمرد تو جامعه ما به طور کلی حرمتی داره، میگه طرف اگهش گفتش که من از هرچه آخوند حالم به هم میخوره، برای چی باید به تو کمک بکنم؟ یعنی هنوز حکومت سرنگون نشده که اکبر نژاد میگه اگه شما سرنگون بشین باید مراجع بارنش هم برن توی نجف، دیگه اصلا در ایران قوم و مشهد جا ندارن. هنوز میگم حکومت سرنگون نشده، حرف اکبر نژاد رو به عبارت دیگه یک آدمی که نماینده سالها نماینده خامنه‌ای در بندر عباس در هرمزگان بوده و امام جمعه بندر عباس سالها عضو خبرگان بوده و الان هم کاندید خبرگانه، میگه تو شهر قم پیرمرد فکر کنم بالای 80 سال سنش باشه، می‌خواست از خیابون رد شه، که من فکر کنم در این موقعیت ها اگر کسی حتی به دشمن خودش بگه وقتی پیرمرد باشه مردم کمک میکنن، احترام میذارن، میگه طرف قم از هر چه آخونده حالا به هم میخوره. خب حالا همین عبارت رو در یک جمله بندی محترمانه تر و هشدار آمیز آقای اکبر نژاد گفته و دارن باش برخورد میکنن و دستگیرش کردن، یعنی اطلاعات سپاه اومده دستگیر کرده. من نمیفهمم اصلا این که طرف نه سارق مسلح بوده نه فراری بوده، اصلا چرا باید غروب برن در خونه کسی بگیرنش در شرایطی که مدیر عامل شرکت کوروش با 2000 میلیارد تومان اختلاس به راحتی از کشور فرار میکنه، یعنی سیستم امنیتی خوابن. بعد یه آدمی که با پای خودش بارها تو همین مدت رفته دادگاه ویژه روحانیت، اطلاعات سپاه، آدمخواران اطلاعات سپاه میریزن جلو خونش و دستگیرش میکنن و میبرنش. من حالا میخوام برای طرفداران حکومت که خیلی جوش خامنه ای رو میزنن یه سخنرانی خامنه ای رو پخش کنم، براتون اینو بارها پخش کردم ولی الان چون باز تناسب داره با دستگیری اکبر نژاد اینو گوش کنید. استقلال و آزادی در کنار هم جزو شعارهای اصلی انقلاب بوده است. آزادی تأمین شده است در این کشور. بله، عده‌ای بی انصافی می کنند، از آزادی موجود استفاده می کنند و به دروغ می گویند آزادی وجود ندارد. رادیوهای بیگانه و تبلیغات بیگانه هم سخن آنها را بازتاب می دهند. واقع قضیه این نیست. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد
فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست. افراد متعدد در رسانه‌های مختلف افکار گوناگون ضد حکومت رو که عقیدشون هست ابراز میکنن، کسی هم با اینها کاری ندارد، بنا هم نیست که کسی متعرض اینها بشه. دیدید، میگه که هر کس میگه کسی رو به خاطر دادن نظر مخالف نظام دستگیر کردن دروغ میگه یا تحت فشار قرار دادن، کسی باشون کار نداره و بنا هم نیست کار داشته باشن. بعد از اونم جایی نشیدیم خامنه بگه من غلط کردم حرف بزنم، نه، حالا بناست که کار داشته باشن و مرتبه هم به این استناد میکنن. عجیب هم اسمیست که مثلا منت سر مردم داره که از آزادی موجود استفاده میکنن و میگویند آزادی نیست. خب حالا دارید میبینید دیگه. من حالا یه سوال مشخصی از طرفداران نظام دارم. دیدید خامنه ای میگه که کسی رو به خاطر اظهار نظر تحت فشار قرار نمیدن، آزادن در رسانه های مختلف. تازه من خدا که رسانه هم در داخل کشور نداشت، میشسته یه جا مناظره میکرده فیلمش پخش میشده و میگم همبارم، یعنی تا اونجایی که من دیدم یک طرفه صحبت نمیکنه، میشینه با یکی از طرفداران نظام و حرفاشو میزنه، اونا هم جواب میدن. نظامی که اگر در این حد از بدبختی و استیصال رسیده که یک طرفدار حکومت میشینه حرف میزنه و یک مخالف حرف میزنه، خودشون قبول دارن که حرف مخالف رو مردم میپذیرن، بعد خاک بریزن تو سر خودشون. یعنی اگر حتی طرف منطق مخالف حکومت یا منتقد حکومت انقدر قویه که حتی حرف، نه حرف یک طرفه، حرفش در مناظره هم خریداری بیشتر داره، خب حکومت باید یه فکر برای خودش بکنه. همون حرفی که اکبر نژاد میزنه که اصل کار ایراد داره، سیاست های راهبردشون شکست خورده. ولی حالا اکبر نژاد هنوزم نگفتن، نه بارها هم نگفتن اتهام مالی داره، تازه اتهام مالی هم کسی داشته باشه 1000ش مواد داده نمیدونم، و اصلا چه ربطی داره به اطلاعات سپاه اگر کسی یک اتهام غیر سیاسی داره؟ کلاهبرداری کرده، هر کاری کرده، غالبا اگرم قرار دستگیرش کنن باید نیرو انتظامی دستگیر کنه، نه اینکه اطلاعات سپاه. ولی به هر حال خود طرفداران حکومت هم انکار نمیکنن، میگن ایشون اهانت به آقا کرده، اهانت به امام کرده. من سوالمه که این حرفایی که ایشون زده جز اظهار نظر کار دیگه است؟ اسلحه به دست گرفته، به کسی حمله کرده؟ این حتما حرفش درست در تطابق با همون ادعای علی خامنه ایه. سوال مشخص من از طرفداران حکومت اینه که وقتی علی خامنه ای اومد گفتش که کسی که اظهار نظر مخالف نظر حکومت داره، نظرشو آزادانه هم میگه، انتقاد هم میکنه، بی انصافی هم میکنن، ولی کسی کارشون نداره و بنا هم نیست کاری داشته باشه، زمانی که علی خامنه ای گفت دروغ گفت و دقل بازی کرد و حقه بازی و فریبکاری کرد، میدونست داره دروغ میگه، پشت پرده خودش به اطلاعات سپاه و جای دیگه میگه آقا من میگم ولی شما برید بگیرید، حرف منو جدی نگیرید، من دارم سر مردم کلا میذارم، یا نه؟ سوال من اینه، یا طرفداران خامنه ای معتقدن آقا اعتقاد داره به حرفش ولی اطلاعات سپاه و دادگاه بیجورانت گفتن آقا غلط کرده، آقا گفتن ولی ما کار خودمون رو کنیم. من امروز همین موضوع رو روی توییتر گذاشته بودم، داستان مختلفی شبیه این میگن، خودم یه داستان یه موقع نقل کردم، ولی یه نفر داستان خیلی کوتاهی نوشته بود که تو مجلس اعضای یک نفر یکی از چند نفر لباس مشکی پوشید و این نفر اومد گفتش که این مرحوم وصیت کرده که مشکی نپوشید، گفت مرحوم گوه خورد، طرف فامیلش گفت مرحوم گوه خورده، ما موظفیم برایشون مشکی بپوشیم. نمیدونم واقعا اطلاعات سپاه و دادگاه بیجو روحانیت معتقدن خامنه‌ای گوه خورده این حرفا رو زده که دارن به حرفش گوش نمیکنن، یا از اول خامنه‌ای با علم و اطلاع و کاملا حساب شده این دروغ و فریبکاری رو انجام داده. این باید برای طرفداران حکومت، اونهایشون که معتقدن و فکر میکنن که به خاطر مسائل اعتقادی از حکومت دفاع میکنن، این سوال باید در برابر شما باشه. بالاخره سوال من مشخصه، یا باید سه، حالا من یه شقم اجازه اضافه کنم، یا باید قبول داشته باشن که خامنه ای دروغ میگه و فریبکاری میکنه برای فریفتن افکار عمومی در دنیا در داخل حرفو میزنه، یا باید بگن نه آقا بیچاره حرفو زد ولی سپاه و دادگاه بیجو روحانیت وقی به حرفای آقا نمیزنن، میگن آقا غلط کرد این حرفو زد، یا باید بگیم که خامنه ای نظرش عوض شده، مردم رو به آقا من اون روز غلط کردم حرفو زدم، اشتباه کردم. نخیر، اگر کسی مخالف نظام بود باید، اگر کسی اظهار نظر مخالف کرد باید دستگیر بشه. طرفداران حکومت اگر یه شق چهارمی دارن در بین حرفای من بیان بگن لاغر ما هم روشن شیم. اما اون کسانی که هنوز دم از اصلاحات میزنید، ببینید
رأس حکومت داره با دروغ کارشو پیش میبره یا رأس حکومت انقدر حناش بیرنگ شده که حتی اطلاعات سپاه و دادگاه ویژه راهنمایی که مستقیم زیر نظر خودشان میگن آقا غلط کرده. موفق باشید.